هموطنان عزیز سلام، در قسمت از زمین که شما زندگی میکنین سعادتمند و خوشحال و پایزد باشین. کسایی که بیرون از کشور هستن ما را تماشا میکنن، خیلی از شما بسیار زیاد تشکر. تشکر از برادر کلار ما که کرتیش امروز ما پوشیدیم و امروز کرتی را گم کرده. فامیل های امشب آمدن مبارزه میکنن به خاطر به دست آوردن 500,000 افغانی. استقبال فامیل آقازاده را داشته باشین که سر تیم از اینا رزما. شب بخیر، خوش آمدید. سلام عرض ادب خدمت شما قسیم جان. تیم مقابل از این ده تالار و بینده های ترزون تلو رزما آقازاده هستم. سر تیم خانواده آقازاده نیلوف جان دختر کاکای میشه و نیلوفر جان هم خوهر. بفت خوش نکه مرکی میشیم با فامیل سلطانی که سر تیم از اینا زبیده. سلام زبیده، شب بخیر، خوش آمدین. خوش باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما قسیم جان، تیم مقابل، حاضرین در تالار و کسانی که ما را از طریق تلویزیون بیننده هستند. زبیده سلطانی هستم، سر تیم خانواده سلطانی و همچنان عزیزه سلطانی و محصل سال سوم پنتون طبی و همچنان محمد علی سلطانی محصل سال سوم انجینیری پلی‌تکنیک کابل. سوال امشب آغاز میشه. سوال اول از بین 100 نفر 8 جواب برش نهایی شده. یک استقبال بسیار جانانه دو سر تیم داشته باشین. ما ببینیم انرژی تان. واو زبیده و رزما. رزما شما چند سالی خودت؟ 12. خب شما فارغ التحصیل؟ بله. خب خب بسیار خب آماده باشین. چیزی را نام ببرید که برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران قیمت آن را خریداری میکنید. لباس. خوب است. چیزی را نام ببرید که برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران قیمتی آن را خریداری میکنید. موتر. موتر. ال. بلندترین امتیاز. بعدن فامیل میرین و یا واگذار میکنین؟ میرین. بله واگذار کردن. ما فکر میکردم اما نکردن. چیزی را نام ببرید که برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران قیمتی آن را خریداری میکنید. والا پوش. چیزی را نام ببرید که برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران قیمتی او را خریداری میکنید. موتورسایکل. شما مشوره داشته باشین. زبیده چیزی را نام ببرید که برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران قیمتی آن را خریداری میکنید. موبایل. کاف. چیزی را نام بگیرین که برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران قیمتی از او را شما خریداری میکنین. خانه. خوب است. محمد علی چیزی را نام ببرید که برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران قیمتی از او را انتخاب میکنین یا خریداری میکنین. کامپیوتر. خوردی؟ نیلوفر چیزی را نام ببرید که برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران قیمتی رو خریداری میکنید. ساعت. شما موافق هستم. ساعت. 4 3 5 یک شام پر میشه. چقدر خوب. شماره 7 کامپیوتر باز کو. بود. شماره 5 آتر. شماره 3 زیور و زیورات. سوال دوم از بین 100 نفر 6 جواب برزی نهایی شده. عزیزه امرای نیلاب میاین. این سوال به می فصلی که ما و شما قرار داریم خوب اگر ارتباط مستقیم هم داره و خوب اگر ارتباط غیر مستقیم هم داره. چیزی را نام ببرید که در زیر صندلی میبینید. شما نیلاب. منقل. منقل. بلندترین امتیاز منقل. به طرف فامیل صندلی واری نگاه کو. چیزی را نام ببرید که در زیر صندلی میبینید. زغال. زغال هم میبینید شما. در زیر صندلی چی را میبینید؟ پایا. پایا میبینید شما. جرابان غار نه؟ آفرین. در زیر صندلی چی رو میبینین؟ آب. آب هم میبینین. بشکای آب هم از راست میگن. گرم شوه. آفرین میکنم. در زیر صندلی چی رو میبینین؟ خود صندلی. خود صندلی در زیر صندلی میبینن. آینه باندن. در زیر میبینن اون بالا صندلی است. خود صندلی در زیر صندلی چون؟
صندلی دیگه آله دو سال از ازدواجش بشه صاحب فرزند شده. در زیر صندلی چی را میبینین؟ خاکستر را میبینین. مشوره شما داشته باشین در زیر صندلی معمولا چی را میبینین؟ فرش. نه بابا در زیر صندلی محمد علی معمولا چی را میبینین؟ چوب. در زیر صندلی عزیزه معمولا چی را میبینین؟ چوب. موافق هستم. زبیده سرتیم است، گپ خودت قبول میشه. کمپل در زیر صندلی میبینن. الله، 139 امتیاز نزد شماست. بچه ها در زیر صندلی معمولا چی را میبینین؟ آفرین، پشک هم میبینیم در زیر کمپل. شماره 6 کامپیوتر نارنج هم میبینن. به چه خاطر؟ به خاطر که زغال نگیره. واقعیت نصیب یک پیام هم داره، سعی کنید. شماره 5 گروپ هم معمولا گرم میکنندم. سابقه بود یک کسی بیچاره بسیار فقیر بود، غریب بود، الیکین مانده بود، بازی پایزی خورده بود و چیزکم و سوچک بالا رفته بود. او گل شده بود، فهمیدین؟ او چی بود دیگه؟ صبح که خیسته کلگی دود پر کمی الکاین بیچاره گل شده بود و بیرقم وضعیت بود. داریکتر عزیزم میگه یکی دیگه چی را مانده بود؟ یکی دیگه شم مانده بود، میگن که عاشق بود و این کمرمین مام عاشق بود، به عشق خود رسید و یک روز که ما میبینیم این کمرمینم دستش در گردنش، یک روز چشمش پندیدگیست، ینگیم سر ازی بسیار ظلم میکنه. من معذرت میخوایم از طرف ینگیم از خودت کمرمین، قدر تو را کس نمیدونه. خوش آمدین دوستان عزیز. مرحله اول ادامه داره. در این قسمت برنامه گلون و ما مرغک شد. گلون و ما به اکسبول نیاز داره. اکسبول دارای ویتامین های گوناگون می باشد. سیستم عصبی و سیستم ایمنی بدن شما را تقویت می کند. هفته دو آیفون 12 را هم اکسبول از طریق 456 برای شما جایزه می تهد. شما هم نوشجان میکنین؟ او وقت نوشجان کردن شما او چی گشنگیز دهی وطن. سوال سوم از بین 100 نفر 4 جواب برش نهایی شده. کف به افتخار نفرای سوم. آها، مگم بازم سوال بچگانه است. محمد علی خودت چانس داری، شاید هم خودت هم چانس پیدا بکنی. برای گودی پران بازی کدام چیز ها نیاز است؟ تار. بلندترین امتیاز تار. شکت نیلوفر و طرف فامیلک نگاه میرین و یا واگذار میکنین؟ بله واگذار. نه، برای گودی پران بازی رزما چی چیز ها نیاز است؟ خود گودی پران. برای گودی پران بازی چی چیز ها نیاز است؟ چرخه. یس. برای گودی پران بازی چی چیز ها نیاز است؟ کاغذ. مشوره شما داشته باشین برای گودی پران بازی چی چیز ها؟ هوای خوب نیاز است. هوای خوب. بله، چقدر خوب است. شمال خوب، شمال مناسب. برای گودی پران بازی چه چیزها نیاز است؟ آرام گم شو. چی است؟ بگوین. یک نفر که گودی پران بازی میکنه. نفر یک گودی پران باز کار است. از ما را هم سایه قیل میکنه. برای گودی پران بازی چه چیزها نیاز است؟ دو طرف مسایکو. سه، چهار، پنج. عزیزه، برای گودی پران بازی چی چیزها نیاز است؟ خود شخص. زبیده، خودت سرتیم هستی. برای گودی پران بازی چی چیزها نیاز است؟ شخصی بازی کننده. برنده مرحله اول امشب فامیل آقازاده با 289 امتیاز خرید شده بود. چی از بچه ها؟ آفرین، خلال دندان میگه کار است. شماره 3 کامپیوتر باز کو. تیربانگز کار است. سوال سرنوشت ساز مرحله اول امشب رو در رو از بین 100 نفر 3 پاسخ گرفته و 300 امتیاز مکمل هم دارد. دو سر تیم چنان استقبال بکنین که دیگه در یادشان باشه میشه. معمولا در آرایشگاه کیها با عروس میروند؟ رسما خواهر عروس.
خوار آروس. های های به طرف فامیلک نگاه میرین؟ بس بفرمایین. معمولا در آرایشگاه با آروس کیار میره؟ خوار داماد. خوار داماد میره. در آرایشگاه با آروس کیا معمولا داخل آرایشگاه میشن؟ مادر آروس. مادر آروس. خوشو. من میگم که خوشو خوشو میگم خوشوی من در آرایشگاه مزروبه 24 سال. ببینم خوشو. کی معمولا در آرایشگاه با آروس داخل آرایشگاه میره و آرایش خودم میکنه؟ بیادر شاه. بیادر شاه. بخاطر پیسه را بتنن. بخاطر پیسه را مندازن. مشوره شما داشته باشین معمولا با آروس داخل آرایشگاه کی میره برای آرایش؟ دختر کاکای عروس. دختر کاکای عروس. معمولا عروسی کدی اول؟ نه. معمولا با عروس در آرایشگاه در روز عروسی همو هرچکه هست کی میره بایی؟ شابالا. شابالا میره. شابالا چی میکنه اوجا؟ کیم شابالا چی میکنه اوجا؟ شابالا چی میکنه اوجا؟ تمی آرایشگاه زرانه امی مرد اجازه است؟ دلیل نگو. کی میره معمولا در آرایشگاه با عروس؟ کی میره؟ دوست عروس. دوست عروس؟ سرتیب چی میگه؟ دوست عروس میره. دوست عروس میره. خوارخوندهش میره. دخترها هست؟ خانمها هست؟ خانم ها میگه، بس میگه نه. دوستایش میره دیگه. دوستای عروس میگه، دوست عروس میره، خوارخوندهش میره، کامپیوتر بازش کن. خدا، کی میره آلی؟ برنده مرحله اول امشب فامیل آقازاده با 508 امتیاز برنده 10,000 افغانی. در قسمت برنامه، آلو بگوین دخترها کی میره با عروس؟ مادر شابالا. آفرین، وکیل منطقه میگه. شماره 3. مادری که تو چی وقت میری؟ معلوم نیست. در این قسمت برنامه ما میخواییم یک تشکری داشته باشم از شرکت تجارتی خالد لمر، نماینده رسمی موبایل های کمپانی سامسونگ در افغانستان. شرکت تجارتی خالد لمر یگانه شرکت ملی با اعتبار بین المللی در دنیای تکنولوژی می باشد که دو موبایل بر شما تقدیم کرد. مشوره بکنید در مرحله نهایی که آغاز بازی کرد. از فامیل سلطانی خیلی تشکر و امتیازهای شما امی که آمدین زبیده، امی که آمدین عزیزه، امی که آمدین محمد علی، افتخار بخشیدین برای اینا کف بزنین. حرفی در دل باشد زبیده، بودن شما بر ما میلیون و بیلیون است. اولا تشکر میکنم از اینکه این برنامه را ساختین و این برنامه را برای ازی ساختین که جوانا بیاین و یک لحظه ای را صفر بگیرن. بله. شوخی میکنم. یک لحظه سات ساتیش را شاد باشن. بله. بخصوص در این وضعیت که ما قرار داریم. بله. و دیگه ای که همیشه خوشبین باشین، در زندگی همیشه افکار مثبت داشته باشین. بله. چون افکار مثبت باعث میشه که ما چیزهای مثبت به سمت خود جذب کنیم و در زندگی موفق شویم و به اهداف خود برسیم. و این یکی از خواسته های ما است که شما همیشه خوشبین باشین در زندگیتان. عزیزه جان کدوم پیامی هست؟ تشکر از شما قسیم جان و یک صلح سرتاسری در افغانستان میخواییم. مرگ به بیشویی واقعی. محمد علی چی میگه؟ یک پیام دارم به جوانای عزیز و این پیام من است که هیچ وقت خود را با کسی مقایسه نکنین، چون کسی که میخواین شما باشین، شما از او کده بهترین. کم برشاد، فامیل آقازاده رزما چی پلان داری؟ نیلا به خودت بین، بفرمایین. در یک قسمت برنامه یک نفر در استیج با ما است، یک نفر دیگه هم میره، یک آهنگ همه تو مست میشنا. من میباشم نیلاب جان میره. خو خیلی دیگه نیلاب جان میره. بله. از گیره میشنیم. فرق نمیکنه. در پشت گردنم. این رقید. فرق نمیکنه. یه هنگ فرق نمیکنه. چی قدر این نام میکنه؟ فرق نمیکنه.
طرفیه. وقفه. خوش آمدین دوستان عزیز. مرحله نهایی برنامه امشب رزما میخواه که جواب بده. امو رقم است و فعلا امتیازا صفر از دیگه. باید خودت 100 امتیاز حداقل بگیری و دیلاب به 100 امتیاز اونا بگیرن. 20 ثانیه را برش آماده کنین. شغل را نام ببرید که به کارمندان هوشیار و ذکی نیاز داشته باشد. در دانندگی. چیزی را نام ببرید که وابسته به یک کامپیوتر باشد. آنلاینش. در کدام اوقات نمیخواهید کسی برایتان تماس بگیرد؟ در وقت درس خواندن. شخصی را نام ببرید که حاضر هستید برایش هر نوع قربانی بدهید. مادر. کشوری را نام ببرید که با افغانستان صادرات داشته باشد. تاجیکستان. در پایتان چیز بود؟ چند نمبر؟ بود نبود، بود بود. سوال اول، شغلی را نام ببرید که به کارمندان هوشیار و ذکی نیاز داشته باشد. شما گفتین گردانندگی و ببینیم 100 نفر در این مورد چند امتیاز در نظر دارن. 20 امتیاز. چیزی را نام ببرید که وابسته به یک کامپیوتر باشد. لاین. اوه سروی کد لاین ورک کد. در کدام اوقات نمیخواهید کسی برایتان تماس بگیرد؟ درس خواندن. 18 امتیاز. شخصی را نام ببرید که حاضر هستید برایش هر نوع قربانی بدهید. ببینیم سروی در مورد والدین چه میگویه. 33 امتیاز. تیلا 71 امتیاز. و سوال پنجم، کشوری را نام ببرید که به افغانستان صادرات داشته باشد. شما گفتین سروی چی میگه در مورد این کشور و 71 به چند خواهد رسید؟ 94 امتیاز. 94 بسیار خوبه. امتیاز 106 امتیاز دیگه تا 500 هزار افغانی. رزما پیام باشه بگو با بانوا. من پیام خاص ندارم. همیشه هرگاه که آرزو میکنی اراده قوی داشته باشی، اراده قوی میتونه شما را به قله های موفقیت تان برسونه. تشکر. خواهش میکنم. هر کارشان میاری بینیم که 106 امتیاز دیگه امشب گرفته خواهد شد و یا هم خیر. سلام. علیکم سلام. پنج سوالی که از شما پرسان میشه تکراری است. اگر رزما کدام جوابی را گفته بود خودت بگویی، صدا را میشنوی که یعنی تکرار است. برو به جواب دیگه. اگر نفهمیدین کدام سوال در جریان 25 ثانیه مرا بگوین که بگذر من بگذرم. شما ثانیه را ضایع نمیکنین. خودت دیگه آماده هستی؟ 25 ثانیه را آماده بکنین. شغلی را نام ببرید که به کارمندان هوشیار و ذکی نیاز داشته باشد. گویندگی. مترونی. چیزی را نام ببرید که وابسته به یک کامپیوتر باشد. ماوس. در کدام اوقات نمیخواهید کسی برایتان تماس بگیرد؟ درس خواندن. کار. شخصی را نام ببرید که حاضر هستید برای شرنه و قربانی بدهید. مادر. پدر. کشوری را نام ببرید که به افغانستان صادرات داشته باشد. ایران. آی های ببینیم. سوال اول ما بود که شغلی را نام ببرید که به کارمندان هوشیار و ذکی نیاز داشته باشد. شما گفتین دریوری. بلندترین امتیاز کارمند بخش امنیتی بود. چیزی را نام ببرید که وابسته به کامپیوتر باشد. شما گفتین ماوس یا ماوس. ببینیم 15 امتیاز. بلندترین امتیاز مانیتور است. در کدام اوقات نمیخواهید کسی برایتان تماس بگیرد؟ کار. 21 امتیاز. بلندترین امتیاز در وقت خواب است. شخصی را نام ببرید که حاضر هستید برای شرنه و قربانی بدهید. پدر. و ببینیم 100 نفر چند امتیاز در نظر دارند. 29 امتیاز. ولی بلندترین امتیاز بازم مادر بود. کشوری را نام ببرید که به افغانستان صادرات داشته باشد. ایران شما گفتین. ببینیم سروی چی میگه. 10 امتیاز. بلندترین امتیاز از هندوستان بود. و همچنان چین هم صادراتی داره که برای ما و شما کرونا را صادر کرد. تشکر از ویروس مقبول و زیباید. نیلا پیامی باشه خصوصا برای بانوا. بوی ببخشید برای بانوا. پیام خاص ندارم، فقط کوشش کنین به موفقیت ها میرسید.
هشم تشکر نیلام. هشم تشکر. هشم کف بزنید. میخواییم یک تشکری داشته باشم از اکس بول انرژی درنک به خاطر حمایتشان از برنامه رودرو. اکس بول هفته دو آیفون 12 را تحفه میتن از سلکتور 56 و همچنان 1,000,000 از تولیدات کمپانی اپل هم خریداری میکنن. در ماه برای شما از سلکتور 456 جایزه میتن. تشکر از شرکت تجارتی خالد لمر نماینده رسمی موبایل های کمپانی سامسونگ که امشب دو موبایل مقبول و زیبا را روان کردن. به دریا برین. برنامه های مقبول و زیبا را تماشا کنین. سراچه، قاب گفتگو، شبکه خنده، بامداد خوش، حتی میگن که لمر ماخام هم است. به خاطر از اینکه بیشتری کسا فکر میکنن از لمر نیست، داری که از لمر هم است. به رادیو آرمان برین، آهنگای مقبول زیبا را بشنوین. بر کوزیا برین و همچنان به دریا برنامه جدید با من هم میتونین که ببینین. دایرکتر عزیز از او دایرکتر عزیز مس 456 فراموشتان نشه. شماره 6، شماره 2، شماره 2 رو افشار بتین. بعد از صدای بیپ نام 3 نفر اعضای فامیلتان بگیرین. برای شما عزت، صحت، خوشی میخوایم. من رفتم که دخترش که با آرام است.